به نام خدا. دوستان عزیز سلام، اینجا الوتک مارکت و با یک ویدیو آموزش دیگه در خدمت شما هستیم. این ویدیو جزء ویدیوی آموزش مقدماتی الکترونیکیه که تو پلی لیست آموزش مقدماتی الکترونیک قرار میگیره و ما سعی کردیم که ویدیوها رو توی همه سطوح تولید کنیم و علاقمندانی که به رشته الکترونیک علاقمند هستن بسته به سطحی که دارن از ویدیوهای آموزشی ما استفاده کنن. بنابراین اگر دوستان مایل هستید میتونید از ویدیوهای مدارات کاربردی استفاده کنید و یا اگر دوست دارید میتونید ویدیوهایی که مربوط به آموزش میکروکنترلرها هست استفاده کنید و در اینجا هم که آموزش مقدماتی الکترونیک گفته میشه، بنابراین طبق لیست پخش و یا همون پلی لیست میتونید از توی کانال ویدیوهای مورد علاقتون رو پیدا کنید و ببینید. توی این ویدیو قصد داریم در مورد مدار موازی و مدار سری صحبت کنیم و دو تا المان خازن و مقاومت رو توی مدار بررسی کنیم و ببینیم توی حالات مختلف، یعنی موازی و سری، ظرفیت‌هاشون به چه شکل تغییر میکنه. از مقاومت شروع میکنیم. اول بگیم که مدار سری یعنی چی؟ خب سری از سریال یا پشت سر هم گرفته شده. بنابراین شما اگر چند تا باتری رو پشت سر هم دیگه قرار بدید، یک مدار سری به وجود میارید و به عنوان مثال اگر دو تا باتری رو پشت سر هم دیگه قرار بدید و ولتاژ هر کدوم از باتری ها 1.5 ولت باشه، این دو تا ولتاژ با هم جمع میشه و 3 ولت برای ما به وجود میاد. ولی باید به این نکته دقت کنید که باتری دارای پولاریته و یا قطب هست، بنابراین باید یکی از قطب های مخالف رو به قطب غیر هم نامش متصل کنید، یعنی اول مثبت بعد منفی، دوباره مثبت بعد منفی، و یک ترمینال شما باید بشه قطب مثبت و یک ترمینال دیگه باید بشه قطب منفی. اما توی مقاومت این حالت وجود نداره و مقاومت داره پولاریته نیست، بنابراین ما وقتی که چند تا مقاومت رو پشت سر هم دیگه قرار میدیم، مدار سری ما شکل میگیره و ظرفیت مقاومت ها هم دقیقاً مثل باتری زیاد میشه. حالا ظرفیت اینجا در واقع همون مقاومت هست. خب همونطور که در اینجا میبینید 3 تا مقاومت پشت سر همدیگه قرار گرفته، پایه سمت چپ مربوط به مقاومت R1 و پایه سمت راستش متصل شده به پایه چپ R2، پایه راست مقاومت R2 به پایه چپ مقاومت R3 و در انتها یک خروجی یا یک ترمینال دیگه اینجا به دست اومده، ترمینال ابتدا و ترمینال انتهایی. خب این مقاومت ها از روی رنگشون اگر دقت کرده باشید هر کدومشون 10 کیلو اوم هست و توی مدارات سری مقاومت به این شکل حساب میشه که تمام مقادیرشون با هم دیگه جمع میشن. پس فرمول ما میشه RT یا R کل مساوی است با R1 به اضافه R2 به اضافه R3. حالا اگر اینجا هر چقدر مقاومت داشته باشیم به همین شکل همشون با هم دیگه جمع میشن. اگر بخوایم همین قضیه رو به صورت عملی هم ببینیم، کافیه که ما اوهمتر رو برداریم، در واقع مولتی متر رو حالت اوهم بذاریم. خب ببینید ظرفیت مقاومت اول 9.6 کیلو، ظرفیت مقاومت دوم هم به همون اندازه، ظرفیت مقاومت سوم هم به همون اندازه. حالا ابتدا و انتهای ترمینال مدارمون رو میگیریم و میبینید که همه مقاومت ها با هم جمع شدن و 28.9 کیلو در واقع اوهم این مدار هست. حالا چرا یه مقدار کمتره؟ به خاطر اینکه هر کدوم از این مقاومت ها یک مقداری تلورانس یا خطا دارن و 30 کیلوی کامل نیست و نزدیک به 30 کیلو است. خب این از مدار سری. اما حالت موازی، خب تو مدار موازی به این شکله که ما باید تمام قطعات رو کنار هم دیگه قرار بدیم، نه پشت سر هم دیگه، یعنی به این شکل که یک طرف پایه های قطعات رو به هم و طرف دیگه پایه های قطعات رو هم به هم وصل کنیم. بنابراین الان اینجا ما مقاومت 10 کیلو رو که 3 تا به شکل موازی قرار دادیم، اگر بخوایم اندازه‌گیری کنیم ظرفیتشون دیگه
کمتر میشه و مثل حالت سری با هم جمع نمیشه، که فرمولش رو در ادامه بهتون خواهم گفت. اول بریم اندازه‌گیری کنیم. در اینجا که 3 تا 10 کیلو بود 30 کیلو، حالا یه مقدار تلرانس داشت، یه مقدار کمتر شد، اینجا هم قطعا به همون شکله. خب بریم اندازه‌گیری کنیم ببینیم به چه شکل میشه. وقتی اندازه‌گیری کنیم میبینیم که اینجا 3 کیلو فقط داره به ما، 3.1 کیلو داره به ما نشون میده. خب چطور شد که اینجا مقاومت 30 کیلو، یعنی در واقع 3 تا مقاومت 10 کیلو که موازی قرار گرفتن، مقدار کمتری رو برای ما نشون داد، 3.2 کیلو نشون داد؟ خب دلیلش اینه، وقتی که مقاومت ها به شکل موازی قرار می گیرن، طبق فرمولی که داریم باید حساب کنیم، 1/RT مساوی است با 1/R1 به اضافه 1/R2 به اضافه 1/R3. حالا اگر اینجا تعداد بیشتری مقاومت داشته باشیم، هم فرمول ما به همون شکل در واقع اضافه تر میشه. خب و اما محاسبش. خب برای محاسبه مقاومت‌های سری که کافی بود همه رو با هم جمع کنیم. خب دیگه جمع کردن 3 تا مقاومت 10 کیلو دیگه با هم کاری نداره. 3 تا 10 کیلو میشه 30 کیلو که ما با اوهمتر هم گرفتیم، یه چیزی نزدیک 30 کیلو به ما نشون داد. حالا برای محاسبه مقاومت‌هایی که به شکل موازی بسته شدن، ببینید فرمول به این شکل بود دیگه، 1/RT مساوی است با 1/R1 به اضافه 1/R2 به اضافه 1/R3. خب ما میایم اول نگاه میکنیم ببینیم مقاومت R1مون چقدره. 10 کیلو، یعنی 1 تقسیم بر 10000، 10000 اوم یا همون 10 کیلو، یه همچین عددی به ما میده. چون مقاومت های دیگه هم همون شکل و همون اندازه هستن، ما کافیه اینو ضرب در 3 کنیم. خب ولی اگر مقاومت ها با هم متفاوت بودن، اون وقت باید دونه دونه همشون حساب میکردیم. خب یه همچین عددی به دست اومد، ما باید چیکار کنیم؟ باید 1 رو تقسیم بر این عدد کنیم. خب میایم میگیم 1 تقسیم بر این عدد میشه 3333 اوم، که اگر این عدد رو به تبدیلش بخوام بکنیم به کیلو، میام چیکار میکنیم؟ میگیم که این عدد تقسیم بر 1000 3.3 کیلو، همونطوری که ما اوهمش رو گرفته بودیم توی مولتیمترمونم، یه عدد نزدیک به 3.3 کیلو به ما نشون داده بود. این هم از محاسبه مقاومت به شکل موازی. خب میریم سراغ خازن‌ها. ببینید خازن‌ها دقیقاً برعکس مقاومت‌ها هستن. مقاومت‌ها تو مدارات سری دقیقاً فرمولشون با خازن‌ها تو مدارات موازی یکی هست، و مقاومت‌ها تو حالت موازی با خازن‌ها تو حالت سری یکی هست. یعنی الان اینجا که ما خازن‌ها رو به صورت سری بستیم، از همون فرمول مقاومت موازی استفاده می‌کنیم، ولی با این تفاوت که به جای R C می‌ذاریم. یعنی اینجا اگر بخوایم ظرفیت این سه تا خازن رو حساب کنیم، سه تا خازن عین باتری دقیقاً قرار گرفتن، قطب مثبت، قطب منفی، قطب مثبت، قطب منفی، دوباره قطب مثبت و منفی، یه ترمینالمون مثبت، یه ترمینالمون منفی. البته این برای خازن‌هاییه که پولاریته دارن و مثبت و منفی دارن. ما میایم همون فرمول مقاومت موازی رو استفاده میکنیم، میگیم 1/C/T، یعنی 1/C کل مساوی است با 1/C1 به علاوه 1/C2 به علاوه 1/C3. ما اینجا ظرفیت این خازنامون 47 میکروفارادیه هر سه تاشون، و برای محاسبش پس باید چیکار کنیم؟ به این شکل عمل میکنیم. یه خازن میگیم که 1/47. خب ببینید این عدد به دست میاد، منتها یه موضوعی، چون این 47 میکروفاراده، پس ما همون اول میایم میکروفارادو حساب میکنیم، میگیم 47 تقسیم بر 1 میلیون، چون میکرو میشه 1 میلیون، این عدد به دست میاد. حالا میایم 1 رو تقسیم بر این عدد میکنیم، پس میگیم 1 تقسیم بر 47، خب میشه این عدد 21276. خب سه تا خازن داشتیم، هر سه تاشون هم ظرفیتاشون یکیه، پس دیگه همین عدد رو ضرب در 3 میکنیم. خب این عدد به دست میاد. حالا ما دوباره باید این رو تبدیل به میکروفاراد کنیم، یعنی 63829 میام 1 میلیون رو
تقسیم بر 63 829 میکنیم، جواب میشه 15.6 میکروفاراد، چون به میکروفاراد تبدیل شد دیگه. حالا میایم با مولتی متر خوازنسنجش رو میگیریم میذاریم ببینیم آیا درست نشون میده یا نه. خب خوازنسنج فاراد اینجا هم جای این پرو رو عوض میکنیم. خب اول یکی از خازنا رو بگیریم ببینیم درست نشون میده یا نه. خب ببینیم 47 میکروفاراد، دومیش 52 میکروفاراد، حالا یه مقدار خطا داره دیگه، سومی هم 53 میکروفاراد. حالا هر ستاشون 47 میکروفارادی اگر باشن یه چیزی در بوده باید همون 15.6 یا 16 میکروفاراد بخونه. خب ابتدا و انتها رو میگیریم ببینید 16.6 16.7. حالا چون خطا داره یه مقدار تلرانس داره درست نشون نمیده دیگه، با فرمول یه مقدار اختلاف داره ولی در کل درسته. خب بریم سراغ خازن به شکل موازی. دو تا خازن اینجا داریم که هر کدوم ظرفیتشون 100 میکروفارادن. گفتیم که خازن ها به شکل موازی فرمولشون دقیقاً مثل مقاومت ها تو مدارات سری هستن. خب ببینید 100 میکروفاراد و 100 میکروفاراد با هم دیگه اگر من پایه هاشون رو بگیرم 191 میکروفاراد، یعنی با هم جمع شدن و چون یک مقداری هم تلرانس دارن 200 میکروفاراد نشود. فقط یه نکته کوچیکی رو اضافه کنم، اونم اینه که اگر مقاومت ها توی مدارات موازی دو تا بودن و اندازه شون هم یکی بود ظرفیتشون رو نگاه کنید، قطعا این دو تا مقاومت که با هم دیگه موازی شدن ظرفیتشون یا مقاومتشون نصف میشه. برای خازن ها هم همین قانون وجود داره، البته توی مدار سری. خب فقط یه موضوع دیگه، ما میتونیم برای این دو تا مقاومت طبق همون فرمولی که گفتیم ظرفیتشون رو حساب کنیم، اما در اصل باید به این شکل حساب کنیم، باید بگیم RT مساوی است با R1 ضرب در R2 تقسیم بر R1 به اضافه R2. و برای خازن سری هم باید بگیم C1 ضرب در C2، حالا اگر خازن هامون دوتا بودن باید بگیم C1 ضرب در C2 تقسیم بر C1 به اضافه C2 که ظرفیت به دست میاد. و برای ظرفیت خازن هم به همین شکله، اگر هر دو تا خازن یک ظرفیت مساوی داشتن و با هم سری بودن توی این حالت هم دقیقاً ظرفیت نصف میشه، به شرط این که هر دو تا خازن به یک اندازه باشن. خب این هم از مدارات سری و موازی و محاسبات ظرفیت خازنها و اهم مقاومت ها. امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.